اخباری توجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پروگرام من شالوی گلخوجه تقدیم میکنم. درود، امروز در برنامه دوستیتونی شهر تورسونزاده قتل یک دختر نابالغ با دست دو همسینفش را تحقیق دارد. بمبگذاری مرگ طلبانه بالای زیارتگاه صوفیان شهر سیحون پاکستان کمش 80 کشته به جای گذاشت. من شاهد روز قیامت شدم. تمام حولی مسجد لال شهباز قلندر سرشار از هزارها نفر بود. همه گریه و ناله می کردن. کسی به کمکم نامد. و قصه یک گرکن شهر دوشنبه که این کسب را از پدرش آموخته می خواهد به فرزندانش می رسماند. دوستیتونی شهر تورسونزاده در رابطه با قتل یک دختر نابالغ با دست دو همسینفش پرونده جنایی باز کرده است. حادثه کشتار هفته گذشته رخ داد. پدر بزرگ اینجا آن دختر میگوید پس از دو روز گم شدن جسد نبیرش را 9 کیلومتر دورتر از محل زیست سوخته دریافتند. مقامو در اول گفتند که او دست به خودکشی زده است، ولی در پی تفتیش دوباره معلوم شده است که او را تجاوز نموده و با 12 ضربه کار کشتند. سپس جسد را آتش زدند. همکاران ما با پدر بزرگ قربانی صحبت نمودند. همه کشلاقه بودش. میشناسیشون شما؟ میشناسیم. آتشم آمده از همینجه به اون. همشه علاو زدن در کار. این کی همین آدم همین؟ بچه هاش هستم خانش همین. کی کارگه به آدم خودم علاو کن گفتگیم. من خدا گفته زیدونم. خودش برامد باید. برامدگی. روز پنجشنبه دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان از منبر مجلس ملی درباره افزایش میزان جنایتکاری اطلاع داده، از جمله قضیه کشتار دختر از سوی دو همسینفش را یادآور شد. برنامه را ادامه میدیم. امروز در شهر سیحون پاکستان دفن قربانی های بمبگذاری مرگ طلبانه روز پنجشنبه که جان 80 آدم را بوده بیش از 150 تن دیگر را زخمی کرد جریان دارد. مقامات پاکستان میگویند احتمال از شمار قربانیان حمله به زیارتگاه لال شهباز قلندر افزایش یابد. مسئولیت حمله را شاخه گروه دهشت افکنی دولت اسلامی در پاکستان به ذمه گرفت. موضوع را همکارمون خیرمان بخوزاده پیگیری کرده است. صبح روز جمعه خادمان مسجد لال شهباز قلندر از روی انعنه طبل نواخته مردم را به عبادت دعوت کردند، ولی نیروهای امنیتی واقع در درآمدگاه ورود به عبادتگاه را منع کردند. ساکنان شهر جنوبی سیحون پاکستان به یاد قربانی های حمله 16 فوریه ماتم گرفتند. شمار قربانی های آن بمبگذاری مرگ طلبانه در مسجد صوفیان به 80 نفر رسیده، بیش از 100 کسی دیگر با جراحت ها به بیمارستان های محلی انتقال یافتند. حمله به مسجد لال شهباز قلندر یک هفته بعد از آغاز حمله های نوی طالبان و دیگر گروه های افراطی به وقوع پیوست. من شاهد روز قیامت شدم. تمام حولی مسجد لال شهباز قلندر سرشار از هزارها نفر بود. همه گریه و ناله می کردن. کسی به کمکم نامد. گروه دهشت افکنی بنام دولت اسلامی مسئولیت این بمبگذاری مرگ طلبانه را به دوش گرفته است. حکومت ولایت سیند اعلان کرد که حمله یک عمل تروریستی است و در دوام 3 روز ماتم پرچم ها باید نیمه افروخته باشند. دو ولایت دیگری پاکستان، خیبر پختونخوا و بلوچستان هم یک روزی ماتم می گیرند. بمبگذاری مرگ طلب مواد ترکنده را زمانی به کار انداخت که در داخل مسجد جمعیت نمازگزاران خیلی زیاد بود. در پی حمله در جای حادثه کمش 72 نفر و از جمله 30 کودک به هلاکت رسیدند. ساکنان سینخ می گویند که این ترکش مردم سوهدست ولایت را به وحشت آورده است. از این حادثه اینقدر غمگینم که نمیدانم چی گویم. تأمین امنیتی خیلی ضعیف است. مقامات باید تمام مهمانسراهای غیر رسمی را زیر نظارت گیرند تا از تکرار چنین حادثه ها جلوگیری شود. بعدی حمله پاکستان با اشاره به تدبیرهای امنیتی مرزش با افغانستان را بست. به قول خبرنگار رویترز، آشوبگران در هر دو طرف مرز پاکستان و افغانستان فعال هستند. سروزیر پاکستان نواز شریف حمله بالای اقلیت صوفیان را محکوم کرده است.
روزی پنجشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نشستی مطبوعاتی دور نموده با هفته‌های اول کاری ماموریت زیر رهبریش به های بلند داد. او گفت که بسرسومانی زیادی را از ماموریت پرزیدنت پیشتره آمریکا باراک اوباما میروز گرفته است و در سوال و جواب پرجوش و خروش با خبرنگاران رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که فشاری مطبوعات به او امکان نمی‌دهد با مسکو با سوزش رسد. تفصیلات نشست دونالد ترامپ در گزارش همکارمان ساجده میرزا. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با اشاره به انتقال کشتی جاسوسی روسیه به ساحل‌های شرقی ایالات متحده میگوید ظاهرا روسیه چند اقدام اغوابرانگیز راه اندازی کرد، زیرا مسکو به خلاصه رسید است که بهبود روابط میان دو کشور به این زودی ها امکان پذیر نیست. روز پنجشنبه در یک نشست طولانی با روزنامه‌نگاران ترامپ گفت به عقیده او روسیه با فرستادن کشتی جاسوسی استقرار موشک‌های نوی بین قاره‌ای و یا پرواز اذیت دهنده هواپیماهای جنگی در کنار کشتی نظامی ایالات متحده در آبهای بحر سیاه نه آزمایشی اراده او بلکه نتیجه از بین رفتن آرزوهای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره بهبود روابط واشنگتن و مسکو است. تمام این حادثه هایی که ما اخیرا شاهد آن شدیم احتمال از آن سبب راه اندازی شده اند که پوتین میفهمد به این زودی ها او با من به سازش نخواهد رسید. او میفهمد که فعلا برای من بستنی پیمان با او از نقطه نظر سیاسی درست نیست. به قول پرزیدنت آمریکا برای او حالا انتخاب موقع سختگیرانه در مقابل روسیه آسان تر است، ولی او میخواهد صمیمانه کاری را به سامان رساند که به نفع مردم آمریکا و اهل عالم است. دونالد ترامپ گفت سببی از کار برکنار شدن یاوری او در امور امنیت ملی مایکل فلین این بود که وی محتوای صحبتش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگی کیسلیک را به طور ضروری به نایب پرزیدنت آمریکا مایکل پنس گزارش نداد. در این میان رابرت هاروارد که بعد استعفای فلین به مقام یاوری پرزیدنت آمریکا در امور امنیتی ملی پیشبری شد از پیشنهاد دست کشید. هاروارد به خبرنگاری اسوسییتد پرس گفت که بعد 40 سال خدمت نظامی می خواهد در کنار آیله اش باشد. قصری سفید به این مقام دو نامزد دیگر داشته است، یکی سرپرست مقام یاوری امنیتی ملی کیت کیلوک و دیگری سابق رئیس اداره مرکز استخبارات آمریکا یا سرو دیوید پتریوس است. برمیگردیم به تاجیکستان. از زمانی به وظیفه رئیس شهر دوشنبه تعیین شدن رستم امام‌علی در مقامات شهرداری و جمله تلویزیون پایتخت هم تغییرات صورت گرفته، کادرهای نو روی کار آمدند. رهبری تلویزیون پایتخت به دوش سهراب رؤوفوف گذاشته شد که از این پیشتر رئیس تلویزیون تاجیکستان بود. میرزا نبی خالق‌زاد در صحبت اختصاصی با سهراب رؤوفوف از دیگرگونی ها در این شبکه سوال کرد. تشکر زیاد سهراب جان. سوال نخست ما این است که طی این یک ماه که همچنان که گفتیم میگذرد چی دیگرگونی ها در ساختار تلویزیون، در برنامه های تلویزیون پیش آمده است؟ در طول یک ماه که من به حیث دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیونی پایتخت فعالیت دارم، البته خیلی تازه کاری ها احساس می شود در کار تلویزیونی پایتخت، شروع از آرایش تلویزیون، بعدا گزارش ها، خب برنامه‌های ویژه‌ای که ما تهیه کردیم و پیشنهاد کردیم به تماشابین، خب بعداً سطر روان که قبلا در این تلویزیون راه اندازی شده نبود این رو ما راه اندازی کردیم و لایه‌های نوی تلویزیونی پیشنهاد شدن به تماشابین. در این میان شما با رئیس شهر رستم امام‌علی البته درباره بهبودی برنامه‌ها و چیزها مشورت صحبت‌های داشتید. نظر ایشان در رابطه با بهبود بخشیدن برنامه‌های تلویزیون چگونه است؟ یگان پیشنهاد خصوصی دادند؟ هر آن دستورهایی که از جانب اجرا کننده وظیفه رئیس شهر داده می‌شود حتما از جانب معاون صحوی آن دستور سپارش به ما رسانده می‌شود. آیا شما در نظر دارید که برنامه‌های گفتگوی مستقیم با بیننده‌ها یا برنامه فرض کرده میکروفون آزاد در خیابان های شهر دوشنبه براه مونید، یا اینکه شما در نظر دارید که رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی رو بیارید و با مردم با سوالات مردم و گفتگوی مستقیم تشکیل دهید؟ البته با نظر داشتی شرایط امروز ما در نظر داریم که حتما پیش از همه برنامه اطلاعاتی که تا این زمان در شکل صف پیشنهاد می شود به بیننده این برنامه به طور زنده پخش شود، برنامه اطلاعاتی و البته برنامه های مثل یک تماس و رابطه باشد با تماشابین، حتما ما در روزهای نزدیک این برنامه را روی کار می آوریم.
چونکی به رابطه، به ارتباط، به تماشابین، به مثلا تماشابین خود ما نمیتوانیم که باز از کمبودی و بعضی مشکلاتی که در این یون سوها وجود دارد ما ژرفتر آگاه باشیم. سراب جان تشکر زیاد برای یک صحبتی آزاد و باز با شما موافقت میخوایم و سپاسگزارم. امیدوار هستیم که تلویزیون پایتخت یکی از بهترین تلویزیون های تاجیکستان باشه. امید میکنم. برنامه رو با خبر گزارش های دیگر ادامه میدیم. مرگ انسان فاجعه است، ولی برای عوض مجیدوف گورکانی اورومگوی سری اوسیوی پایتخت تاجیکستان این کار وسیله تامین روزگارش میباشد. فرزان محمدی تلاش کرد احساس گورکان بودن و مشکلات این پیشه رو از زبان خود عوض مجیدوف بیان کند. از اقفی معید سه کس می آید. یکم فرزنداش می آید. دیوم مال و اموالش می آید. سیم عملای نکش. بعد که داخل قبر میکنیم فرزنداش می روند. مال و اموالش. فقط اعمال نکش باید قطعی خودش می ماند. درون این یک سیری هست که این خداوند نداند ما اکنون دگان چی افتانه و دوها و لیلی ذا سجا ما ودعک ربک و ما قلت و للآخرت خیر لک من الله. مدت 20 سال می شود که در همین جا خانه آخرت میکنیم. بابوهای ما همین کار را میکردن. اون نصیحتی با پدرای ما بودن، بابوهای ما بودن که همه کسبه ما را دوام بتین شما. اولادان همی خیر رفتگی. از ماها کلام بودن، آزو رفتن، با ما دادن. ما با یک از دیگر میتیم. وقتی که آدمی زاد، اگر عمرش که تمام شود، اگر خداوند نقشه او را کشیدگی باشد، اگر یک روز نه یک روز عملی میکنه. هستن در اینجا میارن که یک خیلی شخص که اون شه بچه هستن که مدتی یک ماه زندگی کردگی نیستن با همسر اویله خودشان میارن به پدر اونها، به فرزندهای اون نگاه میکنیم، به برادرای اونها عشق میریزنیم. تا 320 سامان ماهانه میگیریم. ما رضای کمبودی نیست برای ما. در حق ما یک دعا میکنن، همو مبلغ برای ما طلب نمیکنیم از یگان کس ما. اگر صاحب همون معید اگر بخواهد، اگر یگان چی ما را رضا میکنن، اگر نکنن ما از آنها طلب نمیکنیم. یکم بار در آمدن بسیار قیم است. در نظر ما دشواریش هم دیگر نمیتواند. اکنون وقتی که آدمی زاد از دنیا میگذرد، برای آنها خانه آخرت کندن در کار. با بیما قبرکنا کار با نمیشود برادر. و همین حالا یک خبری توزه با دستی ما رسید. تقریبا 100 خانواده در شهر خروغ، مرکزی ولایت مختاری بدخشان، به جای های امن کوچ داده شدند. مقامات میگن در پای اندک گرم شدن هوا و بوریدن باران، خطری فرامدن ترمه بیشتر شده. در حال حاضر حدود 200 منزل سکنان در مرکزی بدخشان تحت خطر بوده است. تا کنون از بارانگری زیاد در خروغ بومی نزدیک به 25 خانه فرو ریخته است. امید توتیشوی سرداری ستاد حالت‌های فوق‌العاده در خروغ به رسانه‌های دولتی گفته است که خانواده‌ها در مکتب و مرکزهای فرهنگی و منزلی نزدیکانشان جا کرده شدند. این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو چون همیشه در وبسایت cwazadi.org، در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. برنامه خبری ما همچنین در سامانه آسیا پلاس نیز پیشنهاد شما می‌شود. تشکر برای همراهی و برایتان استراحت خوب می‌خوایم. خدا نگهداری هر یکی شما.